سلام. ببخشید آقا، این کوچه سبا کدومه؟ دو تا کوچه بالاتر. دو تا کوچه. ممنون. مشرقی، نوشابه خنک داری؟ علیک سلام. سلام از ماست. یکی یا دوتا؟ دوتا مشرقی. خودشه، همینجاست. اونها، اون در خونه هما خانم اوناست. چهارمین قواره برد بقالی. از کجا؟ بریم در بزنیم دیگه. مگه نوشابه نخواستی؟ بچه خونه رو پیدا کردی دیگه. الان میریم کلانتری یا کمیته خبر میدیم، ما مأمور میایم در میزن. واسه چی؟ آقا مگه تو دست شما درد نکنه. دست شما. خیلی ممنون. واسه چی مأمور بیاریم؟ بابا مگه نمیگی پدر مادرش این بچه رو فروختن به ننه خاور؟ چرا؟ خیلی خوب، خرید فروش بچه جرمه. الان میریم به کمیته خبر میدیم. اونا میان این بچه رو پس میگیرن، برمیگردونن به پدر مادر اصلیش. تو هم یه دونه عکس فوری با این پرولایدا هست از این والدین بی غیرتش میگیری، میبری واسه هما خانم بزرگسال تو سال 88. حله؟ بابا هما خانم فقط میخواد پدر مادرش بشناسه. نمیخواد برگرده پیش اونا. واسه چی نمیخواد برگرده؟ واسه اینکه همین پدر مادر بی غیرتشو دوست نداره. همین ننه خاوری که پیشش بزرگ شده رو دوست داره. حالا تو میذاری کارمونو بکنی؟ الان میخوام در خونه این ننه خواهر رو بزنی. بخشت خانم، پدر مادر این بچه که خریدی کیان داره؟ نه خیر، خود ننه خواهرم نمیدونه پدر مادر واقعی هما خانم کیان. اونم بچه رو از یه واسطه خریده، یکی به اسم تراب باقری. ما باید آدرس اونو پیدا کنیم. خب همون. حالا فکر میکنی مثلا بری بگی این تراب باقری که بچه رو ازش خریدین کجاست؟ اون آدرسش رو بهت میده، کروکیش هم واسط میکشه. واسه چی نده؟ بابا مثل که تو اصلا متوجه مطلب نیستی ها. بچه که موتور و ماشین نیست بخری بفروشی. خریدار و فروشنده مجرمن. الان بری در بزنی که گردن نمیگیره بچه رو خریده، میگه بچه خودم دوتا لیچار هم وارد میکنه. اصلا یهو دیدی و گفت بچه محلاشون گرفتن آشلاشمون کردن. خب پس میگی چی کار کنیم؟ چه جوری آدرس تو رابو پیدا کنیم؟ همون که گفتم، باید بریم مأمور بیاریم. مجبوره به مأمورا راستشو بگه. خب مأمور بیاریم میگیرن بچه رو ازش. هما خانم نمیخواد از ننه خاور جدا بشه. غلط کرده، نمیخواده. بچه باید پیش ننه باباش بزرگ بشه، چه بخواد چه نخواد. حرف دهنتو بفهم همایون. دیگه نشنوم راجع به هما خانم اینطوری صحبت کنی. ببخشید داداش، اصلا حواسم نبود قرار زنده هاشون بشه. خب الان میریم دوتایی در میزنیم، میگیم ما یکی از آشناهای ترابیم، به تراب یه پولی بدهکاری، اومدیم قرضشو پس بدیم، آدرسشو بده. خب اونم میپرسه کی گفته من آدرس ترابو دارم؟ تو هم لابد میگه خدا هما خانم گفت اون تا تو سال 88. همون که گفتم باید من حرف مأمور و کمیته رو نزن، یه راه دیگه بگو برای پیدا کردن تو را. سلام. سلام. سلام خانم کوچولو. سلام. اینجا خونه ای ننه خاوره؟ بله. ننه خاور خونه است؟ هما جان کیه؟ دوتا آقای غریبه. تو همایی؟ جون ببخشید، میام الان. خودتو کثیف نکنی مامان.
محمد بلند شو مرد، تو خسته نشدی اینقدر میخوابی؟ پام درد میکنه خوابه، الان بلند شدم برم دنبال کار، سرم گیج. ای وای، تو هم که هفت روز هفته رو یه دردی داری. بلند شو برو در خونه تراب ببین با من چی کار داره. رو پام نمیتونم بنشم خوابه، پام درد میکنه. الان دو نفر رو فرستاده بود، اومده بودن در خونه، از طرف تراب پیغام آوردن که با من کار واجب داره. بلش کن، هر کس کار داره بذار اون بیاد اینجا. وای از دست تو، بلنشو بهت میگم دیگه، من مریض دارم مرد، من دلم آشوبه، بلنشو برو ببین تراب چی کارم داره. ضعف دارم، چیزی داری بخورم؟ تا تو بری در خونه تو را با برگردی وقت ناهاره. بلند شو دیگه، نخوابیا، پاشو. ببینم دخترم، ببینم دست تو، همین دستت بود آمنه جون؟ آخ ننه درد میاد. چیزی نیست، لازم نیست کاری هم بکنی، در نرفته، فقط نذاری چند وقتی کار بکنه، ظرف و لباسم نشوره. اشتباه نمیکنی ننه خواهر، بچم از درد شب تا صبح بیداره. چیزیش نیست، میدونی یکم کوفته شده. امشب دوتا تخم و مرغ با آرد بزن به دستمال، بپیچ دور مچش. تموم شد، جا افتاد، تموم شد، دیدی چیزی نبود، جا افتاد. سلام رفت. خدا خیرت بده انشاءالله. دیدی تموم شد مامان، همین. سلام رفت خوابم. حامله است واسه چی بچه خریده؟ قبل از بچه دار شدن هما خانم خریده، اما بعدن بچه دار شده. شالب، تو محل ما هم یه میترا خانم هست، اینم بچه دار نمیشد، شوهرش رفت زن گرفت، تا این بچه دار شد میترا خانم هم حامله شد. انقدر این زنها چشم چشی دارن که از حسودشون این نازاییشون هم درمون میشه. اما بچه که تو شکم ننه خاوره ناقصه، علیل. نه بابا، از کجا فهمیدی؟ دیدمش تو سال 88، اسمش حمیده، بچه خوبیه ولی یکم شیرین عقله. خیلی نکی. چرا نایمه؟ میاد. بس به سلامتی با هما خانم قرمدار عروسی هم باشتی دیگه. نه بابا یعنی ازش خواستگاری هم نکردی؟ من فقط دو روزه میشناسم شمایون. پس ما رو چه حسابی اینقدر بدبختی میکشی؟ واسه خانم آرتیست بازی در میاریم، اومدیم ما این کارا رو کردیم و خانم به تو بله نگفت، اون وقت چی؟ اون وقت حسرتش برای همیشه به دلم میمون. اون وقت دیگه هیچ وقت رفیق عروسی نمیکنم. این کیه؟ لابد شوهر ننه خاوره دیگه. میگم نکنه اینو فرستاده پی تو را. نمیدونم، شاید. میگی چی کار کنم؟ هیچی، تو همینجا وایس، اگه ننه خاور اومد برو دنبالش، منم میرم دنبال این. دیگه دختره، نه کلی بازی در نیار، انقدرم درد نداره، بلند شو برو به امان خدا. دست درد نکنه خواهر جون، خدا خیرت بده، چند روز طول میکشه این دردش بیفته؟ یکی دو روز باشه. هر دست شو قابل دار نیست. دست درد نکنه، بیا بریم دیگه، ناله نکن دستتا، نه خواهر جون، انداخ بگوشم شد.
چهارشنبه بیارش من ببینمش. باشه چش. خدا حافظ. دیگه نری بیرون بازی کنی، این دفعه بازی کنی میزنمت. اه 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 گریه نکن، گریه نکن، نازی نازی لالای. نترس عزیزم، نترس دخترم، چیزی نیست. الهی که خدا از روی زمین آسمون برتون داره. نه عزیزم نترس دخترم، الهی که آتیش به قبرتون بباره به حق پنجتن. چی شد؟ نایمد بیرون؟ نه، نایمد. مرده کجا رفت؟ رفتم یه خونه ای با یه یارو مفنگی حرف زد. نفهمیدم تو را بود یا نه. نمیشد برم جلو. آره، حتما خودش بوده. هما خانم میگفت تو را معتاده. خونهش کجا بود؟ چهار تا کوچه اون ورتر. خب بریم سراغش دیگه. باز تو شروع کردی؟ بریم سراغش چی بگیم؟ بگیم دنبال پدر مادر بچه میگردیم که تو دو سال پیش فروختیش به ننه خاور؟ بابا طرف معتاده. میریم یه پولی میذاریم کف دستش، آدرس پدر مادر واقعی هما خانومو میگیریم دیگه. طرف معتاد الاغ که نیست، نمیاد دستی دست خودشو بندازه تو حچل به خلافش اقرار کنه که. خب پس میگی چه غلطی بکنی؟ غلط نه، یه کار درست میکنیم. من تو را فکرشو کردم، الان میریم سراغ منوچ. این پولی رو که میگی باید بدیم به منوچ، اونم با چند تا آدم خبره میاد این تراب و مغولش میارن. اونا بلدن این جونه برای چه جوری به حرف بکشن. سلام منوچ. سلام مخلصی. چطوری؟ چاکریم. حالا چه عجله بود؟ عجله؟ عجله واسه چی؟ یعنی گفتم این سهم ما رو فردا هم میوردین، خیالی نبود. البته قابل نه رابی تعارف میگم. چی میگی آقا منوچ؟ سهم چی؟ مگه دستبند رو نرفوختیم به کمال؟ مگه نیومدیم حالا سهم ما رو بدین؟ خودت که اون روز بودی، دیدی معاملمون نشو. اون روزو نمیگم که امروز. امروز؟ امروز صبح کمال اومد سراغ دستبنده. گفتم آقا اینا 100 تومن کمتر نمیدن. گفت باشه قبول، خریدارم. ما هم آدرس شما رو دادیم بیان در خونتون. پس تو آدرس خونه ما رو بشنادی؟ نه پکی، قرار بود یک از پنج معامله هم سهم ما بشه که میشه 20,000 تومن. البته قابل شما رو نره. خیلی خری منوچ. مثل آدم حرف بزن. ببینیم حسین، آقا گند زده. تو مثل اینکه تنت میخاره. ناراحت نشو آقا، منو چه عیبی نداره. بابا نمیدونسته که کلک بهش زدم. کلک کدومه؟ این میخواد با ما کلک بزنه سهم ما رو نده که عمرن بتونه. مادر نداده کسی بخواد حق آقا منوچو بخوره. باشه باشه آقا منوچ، حق شما چقدر میشه؟ گفتم که 20,000 تا بده بهشون. چی چیو بدم؟ من مغز خر خوردم. از خونه زندگیمون آوارمون کرده، حالا بهش دست خوشم بدم؟ آروم باش، بیا بیا اینجا. بابا این بدبخت که از ماجرا خبر نداشته، این مثلا خواسته به ما خدمتی کرده باشه. الانم 20,000 تومن رو بده جلوش خوش حساب شیم که فردا بره تو را با مغر بیاره. این عشق و عاشقیت تو ما رو به چه فلاکتی انداخته. بفرما آقا منوچ، دست شما هم درد نکنه. این رفیقت امروز مخواهش تکون خورده. داد و عبره علکی باید چی را میدازه. ولش کن، اشتباه کرد. درسته؟ دست شما درد نکنه.
فقط یه زحمت دیگه هم برات داری. واسه شما رو چشم، ولی واسه این همایون دیگه هیچ کاری نمی کنم. گفتم اشتباه کرد، ببخش دیگه. بریم تو حرف بزنیم. نه همینجا خوبه، مزاحم نمیشه. یه زحمت بید، خونه کسی نیست. اینجا هم حرف بزنیم تابلو میشیم. بفرما. ما در خدمتی. یکی هست به اسم تراب که حالا آدرسشو بعدن میدیم بهت. دو سال پیش یه بچه رو از پدر مادرش خریده آورده فروخته به کس دیگه ای. میخوام یه زحمتی واسمون بکشی بفهمی پدر مادر بچه که فروختنش به تراب کی بودن. از کجا بفهمم؟ باید از تراب بپرسی دیگه. خب چرا خودتون نمیرید بپرسی؟ ما اگه بپرسیم جواب ما رو نمیده. تو هم باید یه جوری بپرسی که مجبور شه جواب تو بده. شما خودت رو قاطی نکن. باید بترسه تا حرف بزنه. اینم کار شما و رفقاته. واسه همین هم مزاحم شدیم. ها. پس باید طرف رو مشتمالش بدیم. بله. دستمزد شما محفوظه. من با تو طرفم. با این کاری ندارم. باشه. خیالت راحت. دستمزد این کار چقدر میشه؟ بستگی داره طرف چقدر صفت باشه. یه وقت دیدی لازم بود خیلی مشتمالش بدیم که طرف ما غور بیاد. اون وقت میره بالا. نه بابا، یارو زپرتیه، اصلا معتاده. معتاده؟ پس ما نیستیم. واسه چی؟ بابا طرف معتاده، دوتا مشت بهش بدنه یا میفته میمیره خونش میفته گردن ما. بی خیال ماشو. خب یه جوری بزنید نمیره. وقتی که حرف نمیزنه. خلاصه که گرفت و گیر داره قضیهش. آبا اینا رو داره میگه که دستمزدشو ببره بالا. بگو چرا میخوای قال قضیه رو بکن. من این قرار نبود این حرف نداره تو طرف ما باشی. باشه آقا، من طرفتم. 20 تومن دیگه بده. چه خبره 20 تومن؟ 30 تومن کمتر راه نداره. 30 تومن بده. ولش کن بابا، ما اصلا خودم میرم یارون اینقدر میزنم که اسمشونو بگه. پولم ازت نمیگیرم. تو شکل این حرفا نیستی. جون من بده همایون. والا پول زوره. وقت جلو زنم حرفی ندن اینا. بگیم واسه اصلا کشی اومدیم وانه تو اجاره کنیم. ها باشه. آه مایون نوکرت هم یه وقت ضایعم نکنی خونه. زندگیم بعد دستم میره. ها اصلا 10,000 تومان تو هم پستون میدم خوبه؟ یه من دیگه بری تو کوچه میزنم تو سرت. ها فهمیدی؟ سلام مری خانم. سلام. سلام. خوبی آقا همایون؟ همدم خانم خوبن؟ سلام دارم خدمت. چرا اینجا وایستادین؟ بفرمایی تو. نه دیگه، ما داریم میریم. یکی از رفقای سری اساس خوردریز داره میخواد جا به جا کنه. اومدیم مزاحم آقا منوچ شدیم. اختیار دارید آقا همایون، منوچ وظیفه‌شه. این فرزین خیلی بیادب شده باباش. همش تو کوچه داره با بچه ها دعوا میکنه و فش میده. تنظیم بابای گوشتو میبرم میذارم کف دستت حرف زش بزنی ها. اون وقت میشی فرزین گوش بریده. با اجازه آقا همایون. سلام برسون. بزرگیتون رو برسونم. اصلی گفتی آدرس این رفیقتون که باز اساسو ببینیم واسهش کجا بود؟ هم آقتراب.
بریونک کوچه صبحگاه پلاک 9. رو چشم آقا همایون، همین فردا ما در خدمتیم، اساسو که بار زدیم میایم در خونتون. خوبه؟ باشه. نه نه نه، یعنی نه من میام، چون من فردا خونه نیستم. تو بگو من چه ساعتی در خونتون باشم. نمیدونم، یعنی واسه ببینیم اساسا چقدره، اگه زیاد باشه که همچین طول میکشه. خب میخوای ما همون 3 و 4 اونجا باشیم دیگه؟ خوبه؟ خوبه. خیلی خب، ما بریم دیگه. با عزتون، خداحافظ. مخلصی. منوچ، این روزا آقا همایون چقدر احساس کشی داره؟ گفتش که گفت واسه رفیقش میخواد. حالا نارپاها ردیفه، یا میخوای ما رو گشنه بفرستی کف خیابون پی کاسبی؟ ها الان حاضر میشه. همایون، میگم من فکر کنم پسر این یارو منوچ رو تو سال 88 دیدم. نه بابا، والا شده بود یه خلافکار درست حسابی مثل باباش. بهش میگفتن فرزین گوشبر، خیلی هم نامرد بود. میگم این دفعه رفتی ببین اونجا چه کاسبی پردرآمدتره، برگشتی بریم تو همون کار. راستی ببینم، ولی تو نگفتی من تو اون سال خیلی مایه دار شده بودم از راه خلاف. حالا از هر راهی، اگه پول دار بودم باز چی ننم و داداشم تو همون خونه بودن؟ باز چی خونه زندگی بهتر برشون درست نکرده بودم؟ برای که مامانت فهمیده بود رفتی تو کار خلاف، دیگه نمیذاش خرجشون رو بدی. تازه به قول داداشت یه ریز نفرینت میکن. این آینده ای که تو دیدی یه جاش میلنگه محسن. همه پولای عالم واسه من به یه ذره دلخوری ننم نمیارزه. الان آره، ولی وقتی بیفتی تو کار خلاف دیگه همه اینا از یادت میره، حتی دلخوری مامان. چه خوب شد رفتی، این آینده گند منو دیدی. میگم موسی نکنه من همه این کارا رو بکنم، عتیقه ها رو پس بدم، مثل آدم زندگی کنم، بازم آیندم خراب شه. واسه چی؟ بالاخره قدیم گفتن سرنوشت آدم ها همونیه که خدا براشون نوشته، هیچ جوری هم نمیشه عوضش کرد. نصیب و قسمت که میگن همینه دیگه. کی گفته؟ خدا تو سرنوشت هیچ بنده ایش گناه و کسافتکاری ننوشته. این خدا آدمان که به خاطر عشق و حال و یا چه میدونم ندونم کاری سرنوشتشون رو خراب میکنم. ولی من دیگه خرابش نمیکنم. گور بابای هرچی عشق و حاله که به یه آه ننم نمیارزه. حالا ببریم توی آبنار بخوریم. نه 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 نه، من باید زودتر برم ننم اینا رو بردارم ببرم خونه عمومینا. برای چی؟ واسه این که اگه فردا صبح من کتیبه رو نبرم تحویل کمال بدم، صفار رو داره دستش میاندم خونه سراغم. گفتن اگه تو خونه نباشی مزاحم ننت و داداش کوچیکت میشه. شرمنده همونی، خیلی اذیتت کردی. حالا اذیتات مونده. دختر عموه رو بگو 2-3 روزم بریم خونهشون بمونیم، چه فکرا که نکنه. مگه عموت و زن عموت هنوز ازت ناامید نشدن؟ نه بابا، تا من ازدواج نکنم که امیدشون ناامید نمیشه که. به قول ننم تا ریشه در آب هست امید ثمری هست. میگم امشب مراسم خواستگاری مریم. انوش میاد؟ نه بابا، آقا غلامرضا. پس بالاخره مریم خانم قبول کرد. قبول کرده بیاد خواستگاری، ولی گفت خودم به جواب رد میدم. ولی من از اون آقا غلامرضا رو خودم ساختم که زیر بار نره. ایول، اونم که بسیجی قرار باشی اجاره بگیره میگیره. کاری نداری. قربانت. راستی فردا میای با من بریم دنبال منوچ؟ اگه صفار داره دستاش نگرفته باشن. خداحافظ. سلام. سلام مادر جون. چی کار میکنی؟ گفتم این شب که غلامرضا اینا میان خونه تر و تمیز باشه. آخه زهرا خانم رو تمیزی خیلی حساسه. مادر جون این جعبه انارا رو بذار تو مغازه که حیات باز شه. چشم.
نکنه. مریم تو اتاقشه. از این غلام رضا بدش میاد مریم. کاشکی نمیگفتی بیام. از کجا میدونی؟ از کاراش. پا نمیشه بره لباس عوض کنه و یه خورده به سر و وضعش برسه. اگه بعدش میومد از غلام رضا انقدر نمیترسید از روبرو شدن باهاش مامان جان؟ برو بهش بگو یه امشب آبروداری کنه. حرف منو که گوش نمیکنه. برو. لباس عوض نمی کنی؟ الان غلام رضا اینا میان ها چیه میترسی نپسنده نه؟ قرار شد جواب رد بدی به غلام رضا، نه اینکه بی احترامی کنی بهشون. باشه باشه یه لباس آبرومند بپوش. لباسم خوبه. وای اومدن. خب قرار بود بیان دیگه. بفرماید آقا غلام رضا. راستی چرا حاج عبدالرضا نیومد؟ چی بگم والا، اینو بابا شیفت گذاشتم با هم. الان 4 ساله که ما این دوتا رو با هم دیگه ندیدیم. وقتی غلام رضا اینجاست باباش جیب هست، وقتی باباش خونه است خودش نیست. اتفاقا عبدالرضا امروز تلفن کرد، بهش گفتیم که قراره امشب بیاییم خدمت شما برسیم. خیلی هم سلام رسون بهتون. سلامت باشه. خب دیگه چه خبر آقا غلام رضا؟ سلامتی. میگم دوباره موشک بارون رو شروع کردم. بله دیگه، هر وقت زورشون به بچه ها تو جبهه نرسه هرسشون رو سر مردم خالی میکنن. انشالله غضب خدا رو سرشون خالی بشه. انشالله. الان میام. اینجا وایسادی؟ برو چایی رو بریز بیار. مامان به غلام رضا چی بگم؟ همون چیزیو که تو دلته. دیر نیایی یا زشته.
520 قدیمی است. الان یه روغن جدیدم اعلام کردن. 515 هم برنجه. مشقربون برنجشو داره. من غلامرضا رو امروز فرستادم برام گرفت. برنجش هم خوبه. آها، پس منم فردا برم بگیرم. سلام. سلام دختر گلم. دست شما درد نکنه. چه چای خوش رنگی. دست درد نکنه مادر جون. ماشاءالله. بفرمایید. ممنونم. دست شما درد. مریم جون خوبی؟ ممنون، شما خوبی؟ خوب بودیم. شما رو که زیارت کردیم بهترم شدیم. شما لطف دارین زهرا جون. نه، اینی که گفتم تعارف نبود. این غلامرضای ما هر بار که از جبهه میمد اولین چیزی که سراغ میگرفت مریم خانوم بود. ما خیلی وقت بود که میخواستیم اجازه ورود بگیریم و این مراسم رو برقرار کنیم، ولی هر بار یه چیزی ما نمیشد. برنامه های ما جور نمیشد زهرا جون. من شرمنده. دشمنت شرمنده اکرم جون. تقصیر شما که نبود. تقصیر این آقا پسر ماست که برای زن گرفتن هم مثل جنگیدن بی ترمزه. غلامرضا مثل پسر خودمه. تو دست و بال خودم بزرگ شده. راستش من آرزوی همچین دامادی رو داشتم. پسرم اول غلام رضاست، بعدش هم غلام شماست. اختیار دارین. سرور ماست، تاج سر ماست. خب اگه شرط و شروطی هست برای این وسط از طرف شما همین الان بگین. اگرم نیست اجازه بدین این دوتا جوون برن اون اتاق حرفاشونو با همدیگه بزنن که آخرش هم دهنمونو شیرین کنیم ایشالا به امید خدا. ما که نه شرطی داریم نه حرفی زهرا جون. گفتم که از غلام رضا بهتر نه قسمت ما میشه نه نصیب مریم. ممنون اکرم جون. پاشو پاشو بسرم. پاشو برو اون اتاق با مریم هر چی که حرف داریم با هم دیگه بزنیم. پاشو پاشو برو مادر. میشه بشینیم؟ حرف زدن با شما از شکستن 100 تا خط تو جبهه سخت‌تره. من آمادگی ازدواج ندارم آقا غلامرضا. خب منم الان آمادگی ندارم. یعنی باید یه کمی پول جمع کنم بتونیم یه خونه واسه خودمون بگیریم. خلاصه الان فقط میخوام قول و قرارشو بذاریم. قول و قرارش هم بمونه برا بعد. چیه؟ نکنه فکر میکنید من نمیتونم پول در بیارم؟ درسته الان وضعم خوب نیست، ولی دیر یا زود وقتی جنگ تموم شه میشم مرد کار. خاطر جمع باشید. اصلا شاید ما به درد هم دیگه نخوریم آقا غلامرضا. اگه به منه که میگم هیچ کس غیر شما به دردم نمیخوره. شما مشکلتون با من چیه مریم خانم؟ من با شما مشکلی ندارم. مشکل خودمم. من به این راحتی ها پا پس نمیکشم مریم خانم. علکی شما رو انتخاب نکردم که با بهانه های علکی برم کنار. آمادگی ازدواج ندارم و ما به درد هم نمیخوریم نشد حرف. اینا تو گوشم نمیره. ببینید آقا غلامرضا، من فقط وقتی ناامید میشم که بگید بگید به هم علاقه ندارید. اگه اینو بگید از در این خونه میرم و پشت سرم هم نگاه نمیکنم. اما بعدش برای خواستگاری پامو تو هیچ خونه دیگه ای هم نمیذارم تا آخر عمرم. خیلی مشکلاتی دارم که نمیتونم بهتون بگم. اگه مشکلاتتون رو بگید فکر میکنم فقط داری برمونی. من رو نفرم. من رو نفرم.
زهرا جون حالا وقت زیاده، تازه اول رفت آمد و سکرم جون. مریم جون که فکراشو کرد جوابشو به ما بگی. هرچند که این غلام رضایی که من میبینم غیر از بله هیچ چیز دیگه ای نمیشنبه. ببخشید آقا محسن، یه لحظه. من هرچی که بلد بودم گفتم، به خدا همین چهار تا کلمه که با مریم خانم حرف زدم قد یه عملیات خستم کرد. حالا موفقیت آمیز بود یا نه؟ نمیدونم، ولی یه وقت نذارید اون وصلت سر بگیره، به وقتش باز بهم خبر بدید. حتما. بریم ماما. بریم با اجازتون. خداحافظ شما. ببخشید تو رو خدا. باز آقا محسن، خداحافظ شما. خداحافظ. ببخشید زحمت دادیم. خواهش میکنم. خداحافظ. چرا اینجا نشستی مادر؟ نفسم بالا نمیاد، اومدم هوا بخورم. غلامرضام خیلی حالش بد بود. پول میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه، میتونه جای خیلی چیزا رو بگیره، اما جای عشق و محبت رو نه، نمیتونه. خیلی زود جای خالیش رو تو دلت حس میکنی. عاطفه و محبت تو فقر و نداری از بین میره محسن. نه مریم، همین خود ما. مگه تو چشم باز کردیم دورمون بیپولی و نداری و گرفتاری نبوده؟ ولی که مهر و محبتمون به هم کم شده. همین الان تو این اوضاع خراب، به قول مامان اگه من دارم بال بال میزنم که تو زن انوش نشی، مگه واسه خاطر مهر و محبت من به تو نیست؟ من نمیخوام وضعمون اینی که هست بمونه محسن. منم دوست ندارم مریم جان، منم نمیخوام. وضع اوضاع ما باید خوب بشه، ولی از راهش خوب همین فردا به خاطر نداری من برم دزدی؟ تو خوشت میاد؟ ازدواج من با انوش دوستی نیست. هست مریم جان، هست. کاری که انوش داره میکنه دزدیدن آینده و خوشبختی توه و آقا غلام رضا. انقدر با دلت نجنگ مریم خانم.
محسن. سر و صدا میاد از تو حیا. لابد دوسته. چی کار میکردی؟ اونو واسه چی برداشتی؟ میخوام برم سال 88. تو غلط میکنی؟ من سهمم از این کتیبه میخوام حسن. شما دیوونه شدین؟ چی دارین میگی؟ دو روزه میرم برمیگردم حسن. نه صبر کن تو رو خدا همانی. اگه الان بری 88 بخوای برگردی یه خورشید بیشتر برای من نمیمونه. اون وقتی که نمیتونم هما خانومو بیارم اینجا. هما دیگه کیه؟ یه دختر است که قراره عروستون بشه. دست خودم نیست موزه. من باید برم سال 88 ببینم. نه صبر کن هما، این تو رو خدا.